جامعه جهانی روز سیوم آگوست را روز جهانی ناپدید شدگان نامگذاری کرده و در این روز از همه حکومت ها و سازمان های بین المللی میخواهد تا با همکاری یکدیگر سرنوشت کسانی که در حکومت های دیکتاتوری، جنگ، درگیری های سیاسی، مسیر مهاجرت و یا به دلایل نامعلوم ناپدید شدند را پیگیری کنند. در همین راستا و همزمان با نزدیکتر یا نزدیک شدن روز جهانی ناپدید شدگان سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس باچ کلیه سازمان های حقوق بشری و حکومت های دموکرات که به امور انسانی اهمیت میدهند را از مشکلات و بحران های قربانیان بیگناه و ناپدید شدگان خصوصا از کودکان و زنان شیعه که کماکان در اسارت سنی های تنرای داعش به سر میبرند آگاه میکند به گزارش شیعه ویوز به نقل از این سازمان حقوق بشری که وضعیت شیعیان را در سطح جهانی رسد می کند گروه تروریستی داعش به هنگام اشغال برخی شهرها در کشورهای عراق و سوریه دست به جنایت های فراوان علیه مسلمانان شیعه زده است که در این بین سرنوشت هزاران زن و کودک در بند این عناصر تروریستی همچنان نامعلوم است با وجود ادامه جنایت های سنی های تندرای داعش در حق غیر نظامیان اما جامعه جهانی همچنان واکنش مناسبی از خود نشان نداده و رسانه های خبری بزرگ نیز در کشف و انتشار حقایق فعالیتی مناسب نداشتند طبق مستندات و شواهدی که سازمان جهانی شرایس به دست آورده سنیه های تندروی داعش در زمان اشغال شهر موسل و شهرستان تلقار و روستای البشیر صدها تن از زنان و کودکان شیعی ترکمان را به اسارت بردند که همچون بسیاری از شهروندان زدی کشور عراق تا کنون سرنوشتی نامعلوم دارند این جنایات بزرگ در آن سوی مرز یعنی در کشور سوریه نیز توسط سنی های تندروی جبهت و نصره روی داد روس روزهای جبهت و نصره پس از حمله انتحاری به کاروان شیعیان فوه و کفاریا که به شهادت و جراحت تعدادی زیاد از آوارگان انجامید دهاتن از شیعیان که اکثرشان زنان و کودکان بودند را رو بودن که هنوز اطلاعی از آنان در دست نیست حتی دخالت سازمان سریب سرخ جهانی که تصاویر و نام 47 از ناپدید شدگان را در اختیار داشت نیز نتوانه سنیهای تنرو را از نیت شوم خود بازگرداند. با توجه به این نمونه ها که تنها گوشه از اقدامات غیر انسانی سنیهای رو در عراق و سوریه است، شیر واچ از همه سازمان های حقوق بشری خواسته تا روز جهانی ناپدید شدگان را غنیمت بشمارند و برای تعیین سرنوشت کودکان و زنان شیعه که ناپدید شده و یا همچنان در زیر آتش تروریسم و استبداد فکری در برخی مناطق کشور سوریه به سر میبرند تلاش کنند این سازمان همچنین از ائتلاف بین مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا خواست تا آنها نیز قدمی مؤثر در تعیین و کشف سرنوشت این غیر نظامیان بیگناه بردارند.